آیا اون دایره و یه سری زیستلولی های سخت و اینا خب قطعا نمیاد درسته و اگه اگر تاپیک جالبم هم افتاد گفتم آی بیلیپلوم من نفرستدم که چیز منظورته هیومت ها منظورته نه آی بیلیپلوم ها برای دوستم فرستاده بود یعنی قبل داشتم میزدم گفتم یه چهار پنج بزنم اصلا من هم تو چه ساعتیه شما الان خود آیمت و هیومت این دوتا رو باید بجوری چی داشتی می میگفتی؟ <متبا> چی داشتی چید میگفتی؟ یه تستا رو که میزنم این نکته جالب چیز شد که تو آزمون من نمیدونم چقدر اصلا قرار چربی و قند و نمیدونم اینا بیاد در حد اینکه ساختاراش بلد بشی که چربی شامل ف... مثلا فوسفولیپید میشه تیریگریسیرید میشه بعد خود فوسفولیپید چه وایدهی داره تیریگریسیرید چه وایدهی داره خب یه ام... مرور به آینده پس این رو بکنیم باشه ما امروز برمزه... بیا با نمیاد چی؟ <کت> گلوکوز آلفا و بتا ایناش که دیگه نمیاد که نه من تا حالا نایدم. از اون تست بخواد بیاد نه حالا ما امروز که محپس تکامل تموم بشه جلسه بعدمون اختصاص میدیم به همون ملکول ها خب ما جلسه پیش تا اینجا اومدیم صفحه مو داری؟ بله بعد در با معادله هاردی و واینبرگ هم صحبت کردیم اما امروز میخوایم در رابطه با ایزولیشن ها صحبت کنیم یعنی جدایی ها ببین وقتی جانداران از هم جدا بشن تغییر پیدا میکنن حالا این جدا شدن به دو صورت میتونه باشه مثلا شما فرض کن اینجا اینطوری دریاچه داری اینطوری بعد مثلا توش این ماهیا وجود داره این ماهی مثلا آبیا آقا یه جدایی تولید مثلی بین اینا رخ میده این جدایی تولید مثلی چی میتونه باشه مثلا فصل جفتگیری اینا با هم تغییر پیدا کنه اینا نتونن با هم جفتگیری کنن یه جهشی رخ بده یه جهشی مثلا رخ بده اینجا یه ماهی جدید رو بیاد تولید کنه که این ماهی قرمزه دیگه توانایی جفتگیری با اون ماهی آبی رو نداره اینجا می که ماهی جدید یعنی یه جدایی تولید مثلی رخ میده اینجا جاندار ما طی مورد زمان جدید میشه مثلا اینجا بخوام برات مثال بزنم وقوع جهش وقوع جهش ماهی جدیدی تولید میکنه الان این قرمزه ماهی جدیده این ماهی جدیده چون جدیده دیگه نمیتونه با اون ماهی آبیا زاد و ولد کنه یه گونه جدید به شما میاد اینجا یه گونه جدید تولید شد حالا چون اینجا توی یه محیط هستن توی آبن توی مکانیان ما به این میگیم گونه زایی یعنی تو یه میهن هستن یا سیمپاتریک سیمپاتریک اسپیشیشن در واقع گونزایی زایی هم همیهنی پر در واقع گونزایی زایی هم همیهنی موقعی رخ میده که این جانداران نتنن با هم تول مرس کنن و یه ها یه گونه جدیدی بخواد به وجود بیاد این میشه گونزایی هم میهنی. یه گونه زایی هم داریم می دگرمیهنی میگیم یا اسمش هست الوپاتریک الوپاتریک اسکوشییشن تو گونه زایی دگرمیهنی یه یه چیز جغرافیایی میاد این جمعیت رو از هم جدا میکنه مثلا یه ها این وسط بین اینا یه یه کوهی شکل میگیره یه میاد یه کوهی شکل میگیره این جمعیت ماهی ها رو اینطوری از هم جدا میکنه بخوام برات بکشم این رو بیرم. این جمعیت این ماهی ها رو از هم جدا میکنه بعد مرور زمان وقتی زمان که بگذره این ماهیایی که جدا بودن چون از هم دورن دیگه ارتباطی با هم ندارن شارش جنی دیگه نداریم این دوتا جمعیت با هم ارتباطی ندارن اینجا ماهی های جدید شکل میگیره این ماهیا دیگه جدید میشن به طوری که مثلا یه, یه میلیون سال میگذره حالا شما این ماهی قرمزا رو بیایید بذارید در کنار این ماهی آبیا می‌بینید یه تولد مثلی رخ نمیده یعنی ماهی قرمز اینجا شد گونه جدید این هم از گونه زایی و دیگر میهنی سوالی نه, نه، اوکی پس توی الوپاتریکا جدایی جغرافیایی ما داریم یعنی در واقع جوگرافیک ایزولیشن داریم یا یه کوه میاد دو تا جمعیت رو اینطوری از هم جدا میکنه که قبلا متعلق به جمعیت بودن و انقدر زمان میگذره اینا هی متفاوت و متفاوت و متفاوتتر میشن به طوری که ماهی جدی پیده مثلا فرض کن اول تو دریای خزر مثلا فقط حد بوده بعد مثلا انگار یه کوی بریم وسط شکل بگیره یه قزلدار رو از هم جدا کنه این قزلدار ها تیمور زمان مثلا یه هم شاید تغییر پیدا میکنه حالا بریم انواع جدایی ها رو با هم بررسی کنیم یه دا جدایی داریم همون جیوگرافیگ ایزولیشن که اینجا بهت گفتم مثلا یه بین یه جمعیت بیاد کوه شکل بگیره کوه بیاد دره شکل بگیره دریا چه شکل بگیره یعنی یه جمعیت رو بیاد تقسیم کنه به جمعیت های متفاوت. اینو جداییه باعث میشه دیگه اون جاندارا نتونن که داره هم باشن یه جدایی دیگه داریم اسمش پولیپلویدیه ببین ما گفتیم موجود هاپلوید اینه موجود دیپلوید هم دو اینه حالا گاهی یه خطا ایجاد میشه و اشتباه مثلا موجود میشه چار این بخوام برات مثال بزنم مثلا یه درختی است اسمش درخت یعنی. یه گیاهی اسمش گل مغربیه گل های مغربی به طور عادی دو این هستن <applause> یه خطایی میاد تو اینا رخ میده یا اته که تو محله آنافاز یک کروموزوم از هم جدا میشن کروموزوم های هم تا یا همون <تصفيق> <تصفيق> تو اینا این کروموزوم ها در سری خطا جدا نمیشه و باعث میشه سلول دو برابر کروموزوم داشته باشه و بشه چار این یهو این اینطوری بشه گیاه چار این یعنی جدا نشدن کروموزوم ها باعث شد که این کروموزوم هاش دو برابر بشه دو بیاد بشه 4 تو فرض کن تو آنافاز یک کروموزوم باید جدا میشن جدا نمیشه حالا سلده من دو برابر کروموزوم داره خاطر یعنی کروموزومش دو برابر میشه میشه 4N. خب این تحقیقات نشون داده که این گیاه 4 که الان اینجا تولید میشه با گیاه دو این نمیتونه زاده زیستا بده یعنی زادهشون شون عقیمه خیلی جالب بودا یه گیاه دو این داشتیم حالا در اصل خطامون گیاه دو اینه. من گیاه جدیدی که تولید کرد به خاطر خطا گیاه جدید من شد چار این این های باید شد دیگه این چار اینه حالا با این دو این اولیه نتونه بچه دار بشه به اصلاح یه گیاه عقیم میدن که گیاه عقیمشون هم سه اینه. یعنی گیاه دو این با گیاه چهار این گیاه عقیم سه این میده این میشه پولیپولویدی پس پولیپولویدی یعنی در اثر خطایی در اثر خطا تعداد کروموزوم ها خراب میشه تعداد کروموزوم ها خراب میشه و میاد جدا میکنه الان این گل های دو این از گل های چهار دیگه جدا میشن یه گونه مجزا حساب میشن چون دیگه این دوتا گل نمیتونن با هم یکی گیاه زایا تولید کنن تا تو اینجا سوالی <تصفيق> <آخش>. <تصفيق> اما یه نوع جدایی داریم اسمش Habitat Isolation هستش یعنی جدای زیستگاهی جدایی زیستگاهی کی رخ میده آقا موقعی که مثلا شما فرض کنید جمعیتی داری این موجود آ توشه ایه گونه این موجود B ولی این آ و B زیاد با هم رو در رو نمیشن زیاد هم به سلا نمیبینن و از هم جدا میشن بخوام برات مثال بزنم مثلا فرض, کنش... فرض کن که اینا یک مارن مار A و مار B خب مار A میره تو آب زندگی میکنه مار B میگه من میخوام برم تو خشکی باشم خب حالا این ماره ای یا ماره بی جدا شد دوچاره چرا ایزولیشن شد تو چرا جزایی شد این جدایی باعث میشه که حین زمان اینا تغییر کنن طوری که دیگه مثلا یهو هزاران سال بگذره شما این ما رو از آب در بیاری بذاری کنار این ماری که تو خشکی بوده میبینی این دو تا نمیتونن با هم زاد و ولد کنن یعنی بچه‌ای که میارن یا بچه نمیرن اگه بیارن عقیمه خب الان این یه گونه یه گونه جدید تشکیل شد. چون اینا از هم جدا بودن یه گونه جدید تولید شد یه جدایی هم داریم بیهیویورال بهش میگیم یا جدایی رفتاری یا بی هی ویورال حالا کی این رخ میده؟ آقا موجود... موقعی که شما تو جمعیتت موجود آد که مثلا نر باشه موجود بیت هم که ماده باشه نره میاد به این بیه سیگنال میده که با هم آمیزش کنن ولی ماده سیگنال رو نمیگیره دریافت نمیکنه نمیتونه پاسخ بده به این نره مثلا فرض کنی آیه یه پرنده یه جیک جیک میکنه این نره که اون بفهم آقا بیا مثلا با هم جفتگیری کنی ولی اون متوجه نشه خب وقتی جدا متوجه نشه بچهدار نمیشن و یک ایزولیشن رخ میده و در طی زمان امکان داره اینا تغییر کنن و جدا بشن اصلا یه جدایی هم داریم اسمش جدایی در واقع تمپورال هستش تمپورال ایزولیشن یه جدایی موقتی جدای موقتی که فرض کن آقا شما توی باغچه دو تا درخت گیلاس داری درخت گیلاس A درخت گیلاس B درخت گیلاس A اومده مثلا توی فروردین گرد افشانی کرده بعد حالا درخت گیلاس بیت میخواد تو اردی بهشت اون گردا رو دریافت کنه خب این گردایی که این آ تو فروردین ریخت بیرون امکان داره تا اردی بهشت نابود بشه به دست این نرسه و الان درخت گیلاس بیت نمیاد گرده های درخت گیلاس آ رو دریافت کنه و ازش بچه دار نمیشه اینا از هم جدا میشن حالا اگه این بخواد طولانی مدت باشه این جمعیت رو از هم جدا میکنه امکان داره این بشه یه گونه دیگه گیلاس اون بشه گیلاس صورتی چون اصلا هیچ ارتباطی دیگه با هم نداره یه نوع جدایی هم داریم بهش میگیم جدایی تولید مثلی یا ریپروداکتیو در واقع ایزولیشن توی ریپروداکتیو ایزولیشن آناتومی دستگاه تولید مثلیشون با هم مچ نمیشه پس اینجا بحث آناتومیه. مثلا شما فرض کنید یه سگ داری انقده. یه سگ مثلا داری اندازش انقده. بعد مثلا یه سگ ماده داری اندازش انقده. حالا اینجا برات میکشه خب واضحه این سگی که اینقدر کوچولوه خب نمیتونه بره اون سگ مادر رو باردار کنه یعنی این سگ نر کوچیک اصلا اندام تولید مثلیش در حدی حد نیستش که بخواد بره اون سگ مادر رو باردار کنه در حدی حد نیستش که بین اینا بخواد آمیزشی رخ بده و الان اینا این دوتا سگا از هم جدا میشن دوچار ایزولیشن میشن و وقتی جدا بشن دیگه ژنی نمیتونن با هم تبادل کنن چون دیگه بچه دار نمیشن و اگه این طولانی مدت باشه امکان داره باعث تفاوت اینا و جدایی بیشتر بشه اینم فهمیدی درست اینم در واقع از ریپروداکتیو خب اما بحثای گونمون هم گونه و گونه زایی و جدایی تموم شد حالا میخوایم بریم انواع پترنای اولوشن یا تکامل رو با هم بررسی کنیم دیگه آخرش اینم قسمت جالبی البته بر تو فکر نکنم جالب باشه کلا بحث جذابی نبوده ولی خب این جالب حالا اینجا یه به اصطلاح تکاملی داریم بهش میگیم تکامل دایورجنت یا تکامل واگرا حالا مهم نیست ترجمه فارسیش آقا این تکامل کی در واقع رخ میده این در واقع تکامل موقعی رخ میده که شما اینجا گونه اجداد رو داری یعنی اینجا گونه اجدادیه ولی در طی زمان اینا از هم جدا شدن میبینی اینطوری این به سمت این وردار تکامل پیدا میکنه این به سمت این وردار تکامل پیدا میکنه توی دوتا مسیر متفاوت میبینی به اصلا از هم اومدن جدا شدن حالا اینجا برات میخونم این دایورژنت اولوشن میگه رخ میده هنگامی که یک جمعیت جدا میشه از بقیه اون حالا جمعیت گونه های باقی مونده و در برابر محیط که قرار میگیره فشارهای محیطی مثل جهش مثل انتخاب طبیعی پرشر که میبینی پرشر یعنی انتخاب طبیعی رانش اینجا بنویسم پرشر هر دیدی یعنی نچرال سلیکشن یعنی جنتیک دریفت یعنی جنتیک دریفت یا همون رانش یعنی مهاجرت یا همون جین فلو یعنی میوتیشن یا جهش در طی زمان این پرشر ها باعث میشن که گونه ما جدید بشه یعنی گونه اولیه که اینجا داشتیم مثلا گونه C بیا تبدیل بشه به گونه A و گونه B و گونه های جدیدی شکل بگیره درسته؟ درست؟, درست مثل همون ساختار های همتا یا هومولوگس مثلا اینجا ساختار آ مثلا اینجا شما بینید جاندار آ مثلا این دولفینه ساختار وی مثلا می میبینی این ماهیه خب دولفین و ماهی ایش رفتی به هم ندارن چون دولفین پستانداره دولفین پستاندار ماهی نیست نیستش دولفین پستاندار که هست چی شش هم داره ولی ماهی آبشش داره جز ماهی ها حساب میشه ولی اینا اجدادشون یکی بوده این سیه یکی بوده در گذر زمان باعث شده که مثلا این بشه دلفین و مثلا یا تبدیل بشه به ماهی یعنی اومد گونه ها رو اینطوری از هم جدا کرد حالا شما میبینی ای مثلا این دلفینه توش بقایای مثلا بال دیده میشه اون بال رو ماهی هم داره چون اجدادشون سی داشته این میشه در واقع دایورژنت evolution پس توی دایورجنت اولوشن گونه اولیه ما در طی زمان تبدیل میشه به دو تا گونه مختلف حالا یه نوع اولوشن هم داریم به نام کانورژنت اولوشن یا همگرا ببین توی تکامل همگرا دو تا گونه اولت مختلفه مثلا این گونه آه این گونه بیه میان تبدیل میشن به گونه های دیگه که به هم نزدیکن مثلا اینجا ممل پستانداران اومدن تبدیل شدن به ویل که خب ما میدونیم اینجا ویل در واقع خودش پستاندار حساب میشه اینور فیش هم اومده تبدیل شده به شارک یعنی به کوسه اومده تبدیل شده در صورتی که اول شما بین ممل و فیش هیچ ارتباطی نداشت. نداشتی ولی در اثر تکامل کانورجنت بعد سالها باعث شدش که این پستانداره بیاد وال رو تولید کنه ماهی هم بیاد کوسه تولید کنه حالا ماهی در واقع کوسه و وال به هم نزدیکن به هم شباهت دارن در ساعتی که اولی شباهت نداشتن اون ماهی بود این بود اون جاندار ماهی بود این جاندار پستاندار بود ولی آخر سر میبینیم چون توی محیطی بودن به هم شبیه شدن محیطشون آب بوده چون محیطشون آبی بوده محیطشون یکسان بوده در واقع میبینیم که وال و کوسه شبیه همن ولی خب از نظر به اصطلاح ژنی اونقدر شباهت ندارن وال پستاندار ولی خب شارک کوسه جز مایی ها حساب میشه ولی خب این محیط یکسان باعث شدش که اینا کمی به هم شبیه بشه قیافه‌هاشون پس توی کانورجنت می می‌نویسن که جاندارانه دو گونه متفاوت چون در یک محیط مشترک هستند به هم شبیه می شوند مثلا وال و کوسه به هم شبیه میشوند اینجا می بینیم شبیه شدن رو داریم نزدیک شدن رو داریم ولی تو دایورجن تو این واقعا تفاوتاشون بیشتر می شد اینجا مثلا این موجود اولیه ما وقتی می شد تا موجود دیگه این تفاوت در واقع بیشتر می شد حالا بخوام یه مثال بهتر بزنم اینجا به جای دلفین و اینا بزنم این مثال بهتر بزنم بهتر متوجه بشی ز پاک کنم یه مثال دیگه بزنم برای این که جا بیفته مثلا بخوام برات مثال بزنم اولی مثلا خزنده بوده یه خزنده ای بوده حین مرور زمان مثلا این خزنده چه مینونم سوسمار بوده اومده مثلا تبدیل شده به لاک پشت و پرنده اصلا میبینی دو تا گونه متفاوتی داد یاد باشه توی دایورجنت شباهتاشون کم میشه می نویسم که کم شدن شباهت ولی این پایینی توی کانورجنت می نه با گذر زمان شباهت ها به هم نزدیک میشه حالا اینجا هم برات یه مثالی آوردم از کانورجنت اولوشن اینجا داری میبینی این مثلا فرض کنیم این شکل A بوده این شکل B بوده کانورجنت Evolution باید در نهایت این موجود شبیه هم بشن الان میبینی به هم شبیه شدن ولی دایورجنته اینطوری نیست یه موجودیه در طی گذر زمان به شکل‌های متفاوتی تکامل پیدا می‌کنه این مدلی این مثلا میشه این چه میدونم مثلا این مدلی میشه این این مدلی میشه پس اینجا تو دایورجنت می نیستم کم تو کانورجن باید ها زیادتر کامی فهمیدی؟ درست بسیار اما ما یک تکاملی هم داریم تکامل موازی یا پرالل تکامل پرالل کی شکل میگیره الان برات اینجا نشون میدم ببین موقعی شکل میگیره که دو تا جاندار صفحه اسلاید بس کنم دو تا جاندار با هم به شکل در واقع موازی تکامل پیدا میکنن موازی یعنی چی؟ یعنی شما فرض کنید یه دنه گری ولف داری ولی این گری ولفت مثلا توی کشوری داری زندگی میکنه بعد یه گری ولف دیگه هم داری توی کشور دیگه مثلا تو فرض کن یه گرگ خاکستری تو ایرانه یه گرگ خاکستری هم در واقع توی روسیه هستش ولی چون محیط اینا جدا شده اون تو روسیه است این توی ایرانه اینا تکاملی ای که با هم پیدا میکنن موازیه این مثلا اینجا این تو ایرانه اون یکی اون تو روسیه است مثلا میبینید در گذر زمان در طول هم دارن تکامل پیدا میکنن این فلش هاشو میبینید در طول همه این میشه موازی توی در واقع پرالل اولوشن اینجا می یک گونه هست در با یک گونه که در مکانهای مختلف تکامل مشابهی میبینند الان برای مثال میزنم ببخشید من موبایلم داره زنگ میخوره اگه میشه ببقشید. جابه. جوابه بله بله بفرمایید حتما نمیدونم چیه جواب خب بریم ادامه نفهمیدیم که این چی بود چی؟ زبان زبان انگلیسی که غلط نیستن بعد آخصا و داخل سال بعدش گفت ایمیل میخونم برای طول چی بود خدا میدونه مجاری بود؟ آره مجاری بود دیگه آها میگه مجاری من اولین چیزی که میتوزن مجاری ادراریه خب ایمیل من نمیدونم کجا دارن اصلا اینا <تصفح> دیگه بالاخره اونجا زندگی میکنه اطلاعات تو ببین توی تکامل پرالل ما یه گونه داریم ولی تو مکانهای مختلفه مثلا گرگ خاک سری که تو ایرانه و گرگ خاک سری که تو روسیه است محیطشون هم شبیه همه مثلا این داره گرگ خاک سری تو کوهستان ایران تو برف زندگی میکنه گرگ خاک سری روسیه هم داره مثلا توی کوهستانه مثلا چه مسکو تو برف زندگی میکنه درسته محیطشون متفاوته ولی در گذر زمان باز اینا شبیه هم میشن چون محیطشون با اینکه متفاوته اونجا مثلا اون روسی است اینجا ایرانه ولی منابع و سورسش و اینا شبیه همه یعنی فقط از هم دورن یعنی اینجا صرفا ما دور بودن رو داریم صرفا دور بودن صرفا دور بودن در محیطی مشابه یعنی این تو ایران اون توی در واقع روسیه دورن ولی محیطشون مشابهه که در واقع باعث میشه که اینا شبیه هم بشن یعنی تا اول همیشه شبیه هم بمونن اینجا فلش ها رو میبینی که همینطور موازی هم داره پیش میره یعنی نه اصلا به هم شبیه تر میشن نه در واقع شباهتشون کمتر میشن همینطور موازی پیش میرن اما یه چیزی هم ما داریم بحث کو اولوشن یا هم تکاملی هم تکاملی که رخ میده ببین هم تکاملی موقعی که تکامل دو تا جاندار مختلف به هم وابسته باشه بخوام برات مثال بزنم تکامل زنبور اصل مثلا تکامل زنبور اصل و تکامل گل گلها همینطوری که می‌بینی اصلا تکامل زنبور اصل هیچ ربطی به تکامل گل نداره چون اون زنبور حیوونه اون گله تا گناهشون مختلفه ولی چون گل و زنبور و اصل به هم وابستن به هم دیگه نیاز دارن تکاملی پیدا میکنن که همدیگه رو کامل کنه مثلا زنبور اصل طوری تکامل پیدا میکنه که بتونه در واقع اون گرد گلا رو جابجا جا کنه یا گرد گلا طوری تکامل پیدا میکنه که بتونه مثلا اون مواد مغذی و نمیدونم اون شهد گل اون چیزایی که نیازه رو برای زنبور اصد مهیا کنه پس توی کو اولوشن میگم دو گونه متفاوت که به دلیل نیاز به هم تکامل پیدا میکنن یعنی زنبور اصل طوری تکامل پیدا میکنه که از گل بیشتر بتونه استفاده کنه گل هم طوری تکامل پیدا میکنه که زنبور اصل بهتر گرده اونو پخش کنه این همیشه هم بحث کو ایولوشن اینجا کاملیت گرفتی؟ بسیار اما بحث تقریبا آخرمون اینجا یه چیزی هم ما داریم Adaptive Radiation این هم در واقع Adaptive ردیشن کی رخ میده موقعی که شما یه گونه اولیه داری یعنی یه دنه انسسترال اسپشیز داری ولی این یهو تبدیل میشه به انواع گونه های مختلف به طور زیاد مثلا میخوام برات مثال بزنم مشاهده شده یک فنچی تو آمریکا بوده یک فنچی که بعد از تای سالیان تای تکاملش 15 نو فنچه دیگه تولید کرده فنچه دیگه حالا چرا چون مثلا تو آمریکا این درختا یکی مثلا برگش صفر بوده یکی های صف بوده یکی دوناش نرم بوده یکی دونهاش کج بوده این ها هی عوض می‌شدن تا با اینا تکامل پیدا کنن این فنچایی که میتونستن برگ برگا استفاده کنن زنده میموندن هی گونه‌های جدید تولید می‌شد جدید تولید می‌شد کلاً بشه می که تولید گونه های مختلف زیاد مختلف زیاد مثلا یه ها اگه جاندار حین تکاملش 20 نوع گونه تولید میشه این میشه ادپتیو رادییشن این مدلی یعنی نومروس اسپیشیز فرام ا سینگل کامن انسستر در واقع این هم میشه بحث ادپتیو رادییشن اما چند نکته رابطه با تکامل evolution is not always a slow process یعنی تکامل همیشه یک فرایند کندی نیستش ممکنه که تکامل سریع انجام بشه مثلا شما فرض کن که محیط جانداران یهو گرم بشه یهو سرد بشه یا مثلا پاییز بریم تو زمستون و اینا تکامل در طی چند ماه رخ میده یا یه مثالی که ما داریم باکتری ها باکتری ها بسیار سریع تکامل پیدا میکنن. و نکته بعدی این که تکامل تو همه جانداران با یه سرعت یکسان پیش نمیره مثلا شما می یه سری از گل ها از میلیون ها سال پیش تا الان اونقدر تکامل پیدا نکردن همون شکلی باقی موندن ولی می یه سری از جانداران خیلی تکامل پیدا کردن نکته بعدی اینکه که تکامل همیشه باعث نمیشه که جاندار پیچیده تر بشه اتفاقا ما الان ته تکاملی که پیدا میکنیم داره آپاندیسمون هضم میشه داره در نقلمون هضم میشه یعنی داریم به جایی که مور کامپلکس بشیم در واقع ساده تر داریم میشیم بعد تکامل هم برای جمعیت مطرحه نه برای اشخاص تو مثلا نمیتونی بگی یک انسانی تکامل یافته ولی نه یک انسانی هنوز به شکل میمون باقی مونده ما همچین چیزی رو نداریم پاپولیشن تکامل پیدا میکنه نه ایندیویدوال یعنی کل ما انسان ها با هم تکامل پیدا میکنیم به این معنی نمیدونه که مثلا یکی از ما انسان ها هنون میمونه نمیدونم دو میلیون سال پیش مونده یکیمون هنوز تو حالت ماهی بودن مونده نه جمعیت ما با هم تکامل پیدا میکنه و نکته بعدی هم که تکامل به تغییرات محیطی ارتباط مستقیم داره یعنی محیط که تغییر پیدا کنه تکامل رخ میده مثلا میخواد سرد بشه میخواد گرد بشه نمیدونم درختها دراز بشن درختها کوتاه بشن این در واقع باعث تکامل میشه اینجا داریم میبینی اتفاقا الان دو شاپرک میبینی که خب اینجا چون تنه درخت ما به رنگ قهوه‌ای بوده این شاپرک های قهوه‌ای انتخاب میشن یعنی این جمعیت اینا میمونه جمعیت سفیدا چون در برابر شکارچی آسیب پذیره ای کم میشه و کم میشه الان سمت راستی تکامل پیدا میکنه چپی خیر این هم از این مسئله در رابطه با مقاومت آنتی بیوتیکا مطالعه کردی؟ توی نه نه الان ببینم به این, این فرض کن شما یه محیطی داری؟ اینطوری این مثلا یه سری باکتریه اینا مثلا شما یه جمعیت باکتری داری یه جهشی میاد توی نه این باکتری ها رخ میده این باکتری قرمزه یه جهشی تو این رخ میده من که وقوع جهش آقا این جهشی که رخ میده تو این باکتریه رو مقاوم میکنه مقاوم کردن باکتری. حالا شما دیگه آنتی بیوتیک مصرف کنی کدوم اینا میمیرن کدومشون زنده میمونن همین جهش کرده دیگه آره این زنده میمونه بقیه اینطوری میمیرن یعنی اینجا جه... یعنی اینجا سلکشن باعث میشه بقیه بمیرن قرمز رو انتخاب میکنه حالا اون قرمزه که باقی مونده چون در برابر آنتی بیوتیک نمورده تای اون جهش یعنی جهش بهش ویژگی جای داده هی زاد و ولد میکنه هی زیاد و زیادتر میشه اینطوری به این ترتیبه که الان انسان ها تو جهان هی همینطور آنتی بیوتیک میخورن ولی حالشون خوب نمیشه چون اون باکتریایی که مقاوم شدن طی انتخاب طبیعی انتخاب شدن و هی دارن زیاد و زیاد و زیادتر میشن اینم هم در واقع از این مسئله بریم سمت سوالاش بریم سوال اولمون از آلفا تست میگی که این واقعیت که خیلی از حیوانهای دریایی مشابه همن ولی اونا اجداد متفاوتی دارن این به کدوم از این تکامل مربوطه هم نگاه کن داره میگه که گونه های دریایی ما داریم تو آب مثلا مثل کوسه مثل نمیدونم ماهی عادی مثل نهنگ مثل وال مثل دلفین خب اینا قیافه هاشون مشابه همه ولی اجداداشون مشترک نبوده مثلا چه اجداد دلفین از پستانداران بوده اجداد کوسه ماهیا بوده ولی حالا به نظر چرا کوسه شبیه ماهیه شبیه مثلا دلفینه به دلیل کدوم ها این ها؟ یه اولوشنه دیگه آره دیگه تکامل دیگه پس این که میره شانس دیگه چه گفتیه نمیدونم اینم که دیگه نیستش در تو اولوشن حالا کدوم نوع اولوشنه دایورژنت ببین دایورجنت یاد بشه الان یه مرور هم میکنیم تو دایورجنت شما یه گونه آی داری در زمانی آی میشه بی میشه سی اتفاقا اینا از هم دارن دایورجنت میشن واگران میشن شباهتشون داره کم میشه این دایورجنت ولی یه نوع تکاملی هم داشتیم این مثلا بی بود این سی بود اتفاقا اینا یه طوری تکامل پیدا میکنن به هم شبیه بشن مثلا اینجا این بیه بوده ماهی الان به پریم تکامل پیدا کرده شده کوسه این سیه مثلا بوده چه میدونم سیه مثلا بوده پستاندار تکامل پیدا کرده سپریم الان شده مثلا وال خدا وال و کوسه خیلی به هم شبیه هن ولی دوتا گناه متفاوت هن این ما میگفتیم کانورجنت حالا الان اینی که تو سوال داریم یه کانورجنت یا دایورجنت کانورجنت oh, دیگه convergentه. داره اینجا مثلا داره میگه که حیوانات ای شبیه همن کوسه و این شبیه همن ولی انسسترشون کامل نبوده مشترک نبوده کوسه ماهی بوده وال از پستاندار بوده ولی در طی زمان شبیه هم شدن این کانورجنت خب سوال بعدی از تولک هستش داریم یه کودی که از این بینای زیر is not consistent with Darwin's theory یعنی کدوم این چیزایی که میگه با تئوری تکاملی داروین توسط انتخاب طبیعی همخوانی نداره شاملش نمیشه حالا مزد کدومه؟ پاپیلیشن اولا این خیلی تای سخته خیلی مفهومیه میخواد به کدوم عینا در واقع به انتخاب طبیعی مربوط نمیشه ببین اولی که داره میگه جمعیت هایی که بزرگن جمعیت های بزرگ خب پتانسیل تولید مثلی بزرگی هم دارن خب چیزی هست نیست هست جمعیت هایی که بزرگن خب ریپروداکتیو پتانسیل بیشتری هم دار مورد بی داریم میگه که منابع طبیعی محدودن خب بله چون منابع طبیعی محدودن از انتخاب طبیعی رخ میده شما فرض کن که چون بر رقابت اینجا صورت بگیره خب این هم اوکی سی هم داریم میگه انتخاب طبیعی اون تریت هایی که باعث سروایوال و ریپروداکتیو میشه رو در واقع انتخاب میکنه اونا رو از اشخاص که خب اصلا این ویژگی انتخاب طبیعی بود دی داره میگه که نیاز برای سازگاری باعث صفات باعث گوناگونی سفات تو اشخاص میشه میگه نیاز برای سازگار شدن الغا میکنه به اصطلاح گوناگونی وراستی رو تون تو اشخاص یک جمعیت این واقعا ترجمهش ترجمه مشکلیه میفهمی چی میگه؟ نه کامل ببین دی داره اینو میگه میگه یعنی نیاز به سازگار شدن باعث گوناگونی جمعیت میشه ولی ما میگیم این غلطه چرا چون اتفاقا گوناگونی تو جمعیت بوده گوناگونی تو جمعیت قبل بوده حالا این افراد گوناگون که با هم مختلفن اونی که میتونه بمونه جزء سازگار انتخاب میشه این میگه سازگاری باعث گوناگونی میشه من میگم نه گوناگونی باعث سازگاری میشه حالا به نظر شما سازگاری پتشن ادابت باعث گوناگونی میشه یا گوناگونی باعث سازگاری میشه گوناگونی باعث سازگاری میشه گوناگونی باعث سازگاری میشه یه مثال بخوام برات بزنم الان شما فرض کن یه جمعیت داری همه افراد مقاوم در برابر سرمان خب گوناگونی نداری که هوا گرم بشه اینا میمیرن ولی یه جمعیت داری که هم افراد مقاوم در برابر گرما داره هم افراد مقاوم در برابر سرما داره یعنی گوناگونی داره این گوناگونی باعث میشه سازگاری این جمعیت بیشتر بشه حالا اگه هوا گرم بشه اونایی که مقاوم به سرما میمیرن خب باز جمعیت حفظ شده اونایی که مقاوم به گرما بودن زنده میمونن اگر هم هوا سرد بشه اونایی که مقاوم به گرما می میرن این جمعیت من خراب نمیشه چون توش گوناگونی داره آقا تنوع خیلی مهمه جمعیتی که تنوع داشته باشه سازگاری داره هرچی جمعیت توش تنوع کمتر باشه سازگاری کمتر یعنی همه یه دستن یه اتفاقی رخ بده همه رو نابود میکنه ولی اگه گوناگونی باشه خیر باعث میشه بعضی ها زنده بمونن کامل فهمیدی چی شد؟ آره؟ حالا دی داره میگه که نیاز به سازگاری باعث گوناگونی میشه که خیر دقیق داره برعکس میگه سازگاری میخواد به گونه گونی برسه جوان دیه ای داره میگه اشخاص توی جمعیت ویژگی های وراستی رو دارن نشون میدن آقا ریگاردلس یعنی صرف نظر از اینکه بخواد محیط رو رو تاثیر بذاره خب بله ما میدونیم گوناگونی گونه تو جمعیت هست این گوناگونی ربطی به محیط نداره اینکه ما الان انسان ها ویژگی های گوناگونی داریم به خاطر جنامونه مثلا من یه سری ویژگی دارم شما یه سری ویژگی دیگه داری اینا در واقع محیط رو ما الغا نکرد خب این سوال رو میتونی خود جواب بدی؟ من چند تا از این سوال میاد میتونیم اینا رو کلا رد کنیم خیلی سخت هم. نه این هم حالا بهش این حجم از زمان رو اگه بذارم جدی الان یه پس دیگه خیلی به مراتب بهتره دیگه خودت گفتی تکاملی حالا امروز تمامش میکنیم یه درس داریم یه حیف سالش حل نکنیم بفهمید بخونی؟ یه گونهش هست که داره زیر این تونلا ریلا زندگی میکنه خب یه گونه دیگه هم از تو رو زمین زندگی میکنه الان احتمالا دیتی دل یه چیزی میگی آره چرا اصلا دانشمند باید فکر کنم لندن پشه کجا زندگی میکنه <applause> این سوال آزمون آیمت بوده خب <applause> حالا بعد بعد خب بعدش نمیفهم مشکل اینجاست اولش به همین حالا بعدش داره میگه که ببین نتیجه اینه که indicate we should be considered the difference is from the بذار من سوال سوال بگم آقا داره میگه که این اینایی که زیر زمینه و اونایی که یعنی بالا ان چه فرقی دارن میگه چرا اینا دو تا گونه در واقع جدا شدن میشن میگه نگاه میگه which of the following research results indicates that the underground mosquitoes should be considered a different species from the surface mosquitoes داره میگه حالا ما چرا اون پشه هایی که بیرون تونلن و با پشه هایی که زیر تونلن و یه گونه حساب نمی کنیم به نظر خود چرا میگیم دو تا گونه متفاوتن؟ مثلا تعریف گونه چی بود به نظرت؟ گونه یعنی که یه مدل دیگه همشون پشم حالا قشنگ تر بگیم دیگه در حد راهنمایی میگی گونه رو ما گفتیم گونه افراد والا خیلی خوب گفتم این فصل اصلا نخوندم الان خیلی دانشگاهی گفتم آره آره درست میگی یه این سنگی شد بنا کن گونه یعنی جاندارانی که بتوانند بعد تولید مثل بعد تولید مثل زاده هاشون زنده بمونه عقیم هم نباشه عقیم نباشه اینا میشن یه گونه مثلا ما انسان ها که با هم آمیزش میکنیم خب بچه همون زنده میمونن عقیم هم نمیشه به طور عادی پس میگی ما یه گونه هستیم ولی مثلا ما نمیتونیم بریم با سگ آمیزش کنیم بعد بچه دار بشیم از سگ پس ما و سگ یه گونه حساب نمیشیم یا یه موقع از تو میگه آقا آمیزش کرد بچه دارم شد آیا میشه یه گونه میگم خیر خر با اسب حالا بگیم الاغ با اسب و اگه آمیزش کنه بچه دار بشه بله بچه دار میشه بچه هم زنده میمونه ولی عقیم نمیشه ولی بخشید عقیمه به خاطر این یه گونه حساب نمیشه یعنی برای اینکه ما بگیم جانداری یا یه گونه هست باید این دوتا ویژگی رو حتما با هم داشته باشه این نمیدیسم که باید داشته باشه باید حالا الان به نظر تو پشه های زیر تونل با پشه های روی تونل خب چرا یه گونه حساب نمیشن؟ باشه چرا یه گونه حساب نمیشن آره. چون نمیتونم با تولدم اسلو کنم آها آه چون نمیتونم با تولدم اسلو کنن این زاده های زنده و عقیم بدن حالا مورد ای داره چی میگه؟ همین میگه نمیگه میگه فیمل نمثل چرا دیگه دقیقا این هم داره همون نمی... میگه میگه چون پشه های نمیدونم زن زیرتونلی نمیتونن آمیزش کنن با پشه های مرد رو تونلی دقیقا یه جدایی طول مثلی دارن خاطر این دوتا گونه مجزا حساب میشن ولی من یه امیدی بهت بید بدم ببین تو الان نگاه کن ما وقتی مطالب رو بلد باشیم هر تستی بدن میتونیم حل کنیم دیگه یه درصد اگه بعد افت نرسیدی خاصی سال بدم آیمت بدی خواهشن زود شروع کن تا الان فرض کن ما این مطالب رو با هم چهار ماه پیش شروع میکردیم و تا الان هم چهار بار هر کدوم رو میخوندی برات راحت نمیشد راحت میشد که تا ببین الان فرض کن رو از قبر بکشی بیرون بهش گونه رو بگی بعد دو ثانیه بعدش هم بری باش تستای گونه رو حل کنی بعد میگه آقا خولی خب تو منو تازه دو به من دو دقیقه پیش درس من چطوری باید توقع داشته باشم تستا رو حل کنم ولی وقتی ایرادم این ای بود خب... دیر اقدام خودم و ایونه کردم خودم رو ایو نکردم فکر کنم راحت بودم آره ولی ما یه چیزی علش نداری فوقش مثلا اگه یه درس دادم نشه شما سال بعد رو داری ویدیوها رو داری منو داری کتابا رو داری, داری. مسیرم هم داری همه رو داری یه جدا اینا فقط امیدوارم امسال متقاضی روم همچنان کم باشه چون چک کرده بودم میدونم که ایرانی ها دار رومو در روم رو نمیزنن اونقدر حالا بر من فدریکو ناپولیو خیلی زدن یعنی الان فدریکو کلا 25 تا قبولی داره بعد الان فقط 250 تا ایرانی ثبت نام کردن تو فرض کن صد... اون سال پیش آخه 450 تا بود یهو نمیدونم چرا از 150 تا یهو شد 450 تا امسال فکر کنم 1000 تا داره میشه دیگه اصلا خیلی و امسال خیلی زیاد شد من اصلا پارسال استاد بانک یه درخواست برای تدریس هایمت نداشتم یه دونه من نداشتم امسال شاید بگم تو تابستون 10 15 تا درخواست اومد یعنی تو فرض کن یهو سال پیش یه نفرم هایمت نمیخواست امسال 15 نفر یعنی 15 برابر شده چیز عجیب غریبی پارسال فدریکو تقریبا 280 نفر آزمون دادن 25 نفر قبول میشن امسال نزدیک 400 500 نفر شدن 450 نفر ثبت نام کردن بازم 25 چه قبول میشه خود من الان بابت این موضوع استرس گرفتم یعنی خود من که مطالب رو بلدم استرس گرفتم که این 280 تا یوشو 450 باز لویجی بیشتر کرد لویجی که تو همون ناپوله اون مثلا به جای اینکه 25 تا بگیره میگه من 50 تا میگیرم امسال ولی ناپولی چون داره باز فدریکو این پارسال میگیره من خودم استرس گرفتم این موضوع منم دیگه میترسونه خب ناپولی جزو معدود شهرشه که یعنی اه... دیگه تو حد اقل دیگه حالت ممکنه چون ناپولی به پایین تراش دیگه واقعا دیگه نمده. تو گوگل مپ دیدی نه دیگه واقعا دعاته آره آره دقیقا درست میگی ناپولی دیگه اون مرزشه روم هم چون گرونه میدونم ایرانی ها نمیزنن آفرین روم میلان اینا رو مثلا چون گرونه نمیان سمتش بله خب روم تورورگاتا تورورگاتا ته شهره یعنی اصلا اصلا جزو روم حساب نمیشه من چک میکردم خیلی جالب بود داشتم نگاه میکردم جزو روم نیست بل قیمت چی؟ مثلا من میدونستم که توی همین ناپل مثلا قیمت ها نسبتا خوبه یعنی یکم میشه زد... یه خونه میشه اجاره کرد ولی مثلا توی میلان اینا مثلا اینکه نمیشد میلان نه ولی تورمرکاتا چون باز تای شهر تو روم اونم میشه یعنی تقریبا شاید صد یورو گرون تر بشه. آه ولی با این حال چون اون اسم روم روشه باز خیلی آره نمیره. باز نمیان چهار پنج سال من نگاه میکردم کلا اون صد صد نفر مونده بعد همه ساپینزا رو میزنن چون مرکز شهر آره دقیقا از, از نمیاد بگه بریم ته شد دقیقا درست میگی نمیده اولا خلاصه میگم الان ایرانی مثل چی هجوم بردن به سمت آزن آیمت یه خود ببینی خود معلمت وقتی داریم به سمت آزن دیگه شاگر که دیگه بمانه خب این سوال در رابطه با کاکتوس این سوال رو بخونم نظرت چیه؟ اول از همه اصلا من دارم میگه آخر سوال گفته What type of selection؟ وقتی میگه What type of selection؟ کدوم از گذینه ها رو من رد کنم؟ به نظرت خب انتخاب باشه دیگه پس ها اولوشن ها درد پس این دایورجن که برای اولوشن بود میره یا ما اصلا سکشوال سلکشن نداشتیم که استیبلایزینگ داشتیم آرتیفیشیال داشتیم دایرکشنال رو در واقع تقریبا همینا رو داشتیم توی سلیکشن ها پدرت با سلکشن ها بخون ببین چی و میگه چی؟

خب. خب اینا داره به یک نسی خورده میشن بعد یه دونه لوس داره و پایس پای ها دارن نابود میشن آها. خب اینجا با هم الان یه شکل بکشیم ببینیم چی میگه دو تا گونه داره یه دونه با... شون نه احا. یه دونه شون دارم به که فنا میرم جفتشون میگه یه کاکتوس من تیغای کوتاه داشته باشه اینطوری تیغاش حالت کم و کوتاه باشه اینطوری لو اسپاین دنسیتی باشه گفته بالا چی برای لو گفته آقا اینا رو در واقع سری از پستانداران اینا رو آسیب میزن و میخورن پس من که خورده شدن توسط پستاندار خورده شدن توسط پستاندار بعد جلوترش گفته اگر این های اسپاین دنسیتی باشه یعنی مثلا تیغاش اینطوری هم چگالی زیاد بشه هم تیغاش درازتر باشه این مدلی باشه داره میگه که اینا رو میاد یک انگلی میخوره پس اینجا هم این هم خورده شدن توسط لارو انگل خورده شدن توسط لارو خب آقا تیغ لو داره خورده میشه از بین میره تیغ لارج هم داره اتفاق براش میافته. پس چی داره این وسط حفظ میشه یعنی چه کاکتوسی تو این جمعیت حفظ میشه اونی که متوسط تیغاش تمام؟, تمام. تمام پس اونی که نه اینه نه اونه اونی که در واقع تیغای متوسط داره این میشه متوسط خب به عبارتی این داره چی میگه این داره میگه آقا اونی که تو جمعیت ماکسیموم داره داره کم میشه اونی که مینیموم هم داره اونم داره کم میشه ولی میانگین دست نخورده میمونه میانگینت حفظ میشه و زیاد میشه حالا کدوم از انتخابا بود که ماکسیموم مینیموم مینیمومو کم میشه و میانگین میرفت بالا دایرکشنال دایرکشنال این مدل یکی میره بالا یکی کم میشه مثلا شما یه دونه مثلا شاپرک تیره داری با این شاپرک سفید اون میشه دایرکشنال سفید ها مثلا کم میشن سیاه ها میرن بالا اینجا دو تا رنج داره کم میشه یه رنج میره بالا پا دایرکشنال رفت آره چون آرتیفیشل که اصلا گفتیم نقش انسانه انسان میاد انتخاب میکنه آقا مثل اینکه انسان میان گاوه پر شیر دو اینا رو انتخاب میکنن بعد جمعیت این زیاد میشه پس این میشه استیبلایزینگ حالا اینجا نگاه کن تو استیبلایزینگ الان با این سوال هر چی گفتی مرور میشه اینجا برات بیارم ببینیم آقا اینجا مگه چیز نبود استیبلایزینگ سلیکشن آ، گفتی میانگین میره بالا ماکسیموم مینیموم ها تعدادشون کم میشه اینجا نمودار هم دیدی این نمودار تا حالت پاپولیشن میبینیم مینیموم ماکسیمومش بود وجود داشت ولی بعد از که تکامل پیدا کرد میانگین ها اینجا زیاد شده میبینی اینجا الان میانگین رفته بالا ولی خب میبینی ماکسیموم مینیموم دیگه اینجاها نداریم اینجا ماکسیموم مینیمومامون کم شدن به صفر رسیدن میبینی؟ یعنی جمعیت میانگینامون بیشتر شد این اونور تیف کم شدن میانگین رفت بالا این بود. خب اینجا هم همینه دیگه اینجا من بخوام نمودار بکشم مثلا فرض کن نمودار اولی هم این مدلی بود ولی بعد از اینکه اینا تکامل پیدا کنن اون دو طرف تیف ماکسیم کم میشن میانگین میره بالا این مدلی میشه این میشه جدید در این در واقع از خب این کل سوالات تکامل آیمت و اینا بودا تقریبا همین چند تا بود بعد این ها کتاب SAT آوردم که سریع تستشم با هم بزن حالا تست کتاب SAT داره میگه همه در تو تکامل درسته بجز نظرت چیه؟

خب گزینه ای ای یه سوتی ریز ای که داره میگه تکامل بعضی اوقات تو بعضی از مثلا گونه ها اینا خب با سرعت تر رخ میده میگه تکامل به تغییرات محیط وابسته است خب بله هوا سرد گرم بشه تکامل مثلا رخ میده بعد داره میگه تکامل همیشه باعث نمیشه که سیمپل بشه کامپلکس دقیقا ممکنه کامپلکس بشه سیمپل مثل آپاندیس ما که داره از بین میره تو دی داره میگه سینگل اورگانیزمز از ویل از پاپولیشن دو کامنلی ایوال حالا تکامل برای جمعیتی برای فرد یعنی جمعیت تکامل پیدا میکنه یا فرد <مید> مثلا منطقی جمعیت چرا؟ چون تو فرض کن همیشه این مثال من یاد باشه انسانی نمیبینی که هنوز میمون باشه یعنی جمعیت ما انسان رو تکامل پیدا کرده نه اینکه سینگل ایندیویدوال به این معنا نیستش که بگی آها اون انسان رو هم ما تکامل پیدا نکرده هنوز شامپانزه مونده سمت راستیمون مون چرا سمت راستی مون تکامل پیدا کرده مثلا شده یک انسانی که نمیدونم بال داره این برای سینگل ارگانیسم نیست تکامل برای پاپولیشن فقط جمعیت رو تکامل پیدا میکنن یه مثال دیگه بخوام بزنم اینجا وقتی صدامو داری؟ من وقتی اینجا شاپرک سیا داشتی با شاپرک سفید در واقع این اندیویجوال ما تکامل پیدا کنه جمعیت بود سفید ها از بین می سیاه ها بیشتر می تکامل پیدا می نمیتونستی بگی آها این سیاهه مثلا این یه دونه زیاد میشه جمعیت ما هیچ موقع تو بحثای جمعیت با سینگل کاری نداریم درس هم که دارم بدونه اسم ژنتیک جمعیت مثلا با سینگل کاری این غلط آخر هم میگه که تکامل همیشه کند نیست مثالش چی آقا تکامل باکتریا باکتریا بسیار سریع تکامل بده کنم تکامل باکتریا مثالش چی؟ مثالش اینه که ممکنه یه باکتری مقاومت در برابر آنتیبیوتیک رو نداشته باشه ولی بعد یه ما هست کنه خب این خیلی سریع تا مایی که حین صدها هزار سال تکامل پیدا کرد پایینیش داره میگه که با توجه به نظریه حالا هاردی وینبرگ کدوم این نمادها داره هوموزیگوس دامیننت رو نشون میداده برای اشخاص اونی که هوموزیگوس دامیننت و ما گفتیم پی برای دامیننته کیو هم برای رسسیو من خودم اینو اینطوری افس کردم رمزگذاری کردم گفتم پدر گفتم پدر پی دامیننت پدر خب هوموزیگوس دامیننت هوموزیگوس دامیننت یعنی دو تا پی بزرگ داره دیگه یعنی پی بزرگ پی بزرگ به عبارت پی به توان دو گرفتی چی شد قبول حالا اگه میگفت هوموزیگوس رسسیو میگفتیم چی میشه جواب اگه هموزیگوس بود چی میشد؟ به این رسیسیو ما گفتیم با کیو نشون میدیم خب نمیشد کیو دو تموم شد حالا هتروزیگوس میشه پی کیو یه نماده یه نماده بالاخره تو این فرمول که میخوایم بذاریم این فرمول هم نمیاد امکان این که بیاد خیلی کمه خاطر این زیاد نمیخوام روش زوم کنم بعد داره میگه کدوم که از اینا در رابطه با تئوری هاردی واینبرگ شرایط یعنی جمعیت استیبل پایدار رو میگه که تکامل پیدا نکنه داره میگه کدومش اینو به اصطلاح داره نقض میکنه خب ما گفتیم جمعیتی پایداری که آمیزشه توش تصادفی باشه بی داره همین میگه گفتیم جامعه تی پایداری که تو جهش رخ نده سی داره همینا میگه دی گفتیم جامعه تی پایداری که از جامعه های دی جدا شده باشه که در واقع جامعه های دیگه نه این تو این جامعه تعادلش رو به هم نذاره این ماجرا صورت نگیره آخری هم گفتیم جامعه بعد بزرگ باشه ولی تو ای داریم میگه که نرخ سلکشن وجود داشته باشه اتفاقا انتخاب طبیعی اگه وجود داشته باشه شرایط استیبل رو به هم میزنه چرا چون سازگارها رو جامعه رو زیاد میکنه ناسازگارها حذف میشن و میمیرن پس این تو جمعیتی که پای داره نباید وجود داشته باشه جواب میشه ای چهار که نداریم پنج پنج نظرت چیه پنج شما بخون شبیش رو چند بار دیم تارو می‌نمو. به جواب رسیدی؟ ناش رو میخواد می‌خواد. انتظار بله.

ای هم درست بر اساس نیاز های طبیعی دارن تغییر میکنن خب دقیقا همون ای غلطه دقیقا خود, <تصفح> <تصفح> دقیقا, خود <امید>. <تصفح> 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 دقیقا چرا آقا ارگانیسم و اندیویژوال میشن سینگل اینا نه این باید بگه پاپیولیشن پاپیولیشن تغییر میکنه همیشه جمعیت تغییر میکنه نه خود ارگانیسم نه خود در واقع به اصطلاح اندیویژوال اینجا یه مثال برات میزنم آقا برای اینکه زنت بمونه زرافه قد کوتاه در پاسخ به محیط قد بلند نمیشه قد بلند نمیشود بلکه جمعیت قد بلندها انتخاب شده و زاد و ولد کرده و زیاد می شوند و قد کوتاها رفته رفته کم می شوند رفته رفته کم و کمتر می شوند پس ارگانیزم چینج این ریسپانس نداریم زرافه قد کدا قد بلند نمیشه جمعیت زرافه قد بلند انتخاب میشه پاپیولیشن ریسپانس درسته؟ خب این الان مهم سواله اینجا صدامو داریم درست دانشمند داده گفته کدومش شکار کرد Inheritance of acquired traits used and disused برای لامارک بود این اطلاعات عمومی دیگه برای لامارک بود بقیهش مهم نیست بدونیم survival تو the survival survival of the fittest هم برای داروین بود یعنی داروین میگفت اونی فیتست که در واقع سروایو بشه و بتونه ریپرودیوس بکنه خب این سوال 15 رو خواهشان با دقت جواب بده خب خوب... divergent اولوشن این دو تا گونه هم دیگه جدا بشن آره هی جدا میشن و در واقع دور میشن دور میشن و دور میشن تا میشن گونه های مختلف والو فیش که نزدیک میشدن والو فیش نزدیک میشن تموم شد پس این کانورجنته سی اونا هم, هم دیگه نزدیک میشن دیگه چون ما در ببین نزدیک اصلا هیچ ربطی به هم ندارن برای همدیگه مفیدتر میشن یعنی حشره یه جوری تکامل پیدا میکنه که نیازهای گیاه رو برطرف کنه گیاه همطوری تکامل پیدا میکنه که نیازهای حشره برطرف کنه یعنی این میگیم هم تکاملی یا کو اِوولوشن درسته هم رد شد پایینی اصلا چه ربطی داره ببین پولی داکتیلی یعنی چند انگشتی شدن یعنی این طرف چند تا انگشت پیدا میکنه داریم میگه چند انگشتی شدن بین نمیدونم فلانی و فلانی مشترکه یعنی رابطه دایورجنت داره دایورجنت یعنی مشترک نی یعنی داره تفاوت زیاد میشه ها اینا که رفت ای ولی چی میگه ای چی میگه <Tribus> این هم ای نمیشه چی؟ رفته گزنه ای فکر؟ ای ای که ای خیلی شعر بره شانس چیه ما اصلا این همه داریم حرف میزنیم که آخر شانس بزنیم چی؟ میگه که باید بیت سپریت فرام این شده با نیوری فرام ریوه ناو سپریت این گونه های جدا شده آها نگاه کن داره میگه وایلد بیت یه نوع گوزنیه آقا یه رودخونه اومد تشکیل شد یه ریوری اومد اینجا تشکیل شد خب ریور که تشکیل بشه میاد جمعیت اینا رو جدا میکنه باعث میشه این یه مسیری تکامل پیدا کنه بشه آ این هم بشه مصری دیگه بشه بی که این دایورجنته یعنی این دوتا گونه از هم جدا شدن این گونه آ این هم گونه چین رو جدا کرد یه ریوری که بینشون وجود داشت خب الان اینا اصلا متفاوت میشن دیگه چون گونه آب به گونه بی توسط ریور جدا شده دیگه با هم ارتباطی ندارن هی جدا میشن هی نمیدونم هی متفاوت تر از هم میشن هی متفاوت چون هیچ ارتباطی با هم ندارن این میشه دایورژنت در واقع اولوشن کانورجنت برعکس بود دو تا گونه متفاوت شبیه هم میشدن و جواب میشه گزینه A کاملا گرفتی؟ درست خب حالا اینجا برای شما چند نوع جدا شدن آورده باید بگی حالا این جدا شدنه نمیدونم کدومشه چند تا آپشن آورده باید اون بالا انتخاب کنی یعنی سوال 16 17 18 19 20 رو باید با توجه به A B C D E جواب بدی حالا شما بخون جواب مثلا 16 چی میشه یه فنچی رو پیدا کرده که دیده اه این فنچه چارده نو گونه ازش وجود داره از گونه اورجینالش خب به نظر شما این کدوم این گزینه است A, B, C, D, E م... همشون از این نهاری؟ همه از یک گونه بودن آره این چارده گونه فنش پیدا کردی که یک گونه ای ارژینالی نشعت گرفتن تکامل پیدا کردن اکسترا کروموزوم که ندارن نه نه 17 که هیچ نه 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 آقا این 16 17 18 19 20 و بعد بگید روبروش ای بی سی دی قرار بدی یعنی ای بی سی دی ای جوابته خوب؟ خب خب همش این یکی بودن گونه ها خب گونه ها عوض نشده پس نه دیگه داریم میگه ببین داریم میگه 14 تا اسپشیز که این چهارده تا اسپیشیز انسیستر یکی داشتن اوریجینال اسپیشیز یعنی یه به سلا جد مشترکی داشتن یعنی یه جد مشترکی بوده که از اون جد مشترکی چهارده گونه فنچ دیگه به وجود اومده ایده نهاری؟ والا این 17 یعنی پایینش میشه چیز گزنا رو بیت حذف کنیم 17 میشه پولیپلوید پس این شد بی حالا قبل اینکه از روی گزینه بریم بذم من توضیحش هم بدم که مرور بشه تا این سوال ها خوبه که ما با هم هم الان مرورش میکنیم هم جای ایراد داشته باشیم برطرف میشه ببین من در تو فرایندی صحبت کردم به نام adaptive radiation گفتم که adaptive radiation گفتم جاندار اول میاد چی تولید میکنه؟ جاندار اولیه؟ اه، رفت شد چی تولید میکنه؟ <تصفح> گونه های مختلف زیاد اینجا شکلش رو ببین اینجا داری میبینی که یه جانداری بوده اون اول که ازش اینجا میبینیم مثلا یه هفتش درن و گونه جدید تولید شده ما به طور عادی گونه که بررسی میکنیم مثلا یه جان داره اولیه ما مثلا دو تا گونه داده سه گونه داده ولی اینجا زیاد داده مثلا یه پونزه شونزد گونه دیگه تشکیل شده به این میگیم Adaptive Radiation پس Adaptive Radiation شما عیدن Single Common Ancestor گونه های زیادی رو خواهیدید حالا اینجا هم میگه چارده تا گونه فنچ دیدیم و این کدومش میشه؟ شاید ارتباط به فصلش سخته یه کمیاره. میگه داروین جیوگرافیک که نیست آقا من مگه همین الان برای ادپتیو ریدیشن توضیح ندادم چرا همینه دیگه دیه دیه ادپتیو میشه چرا ادپتیو میشه خب چرا ادپتیو میشه نه کن چون توی ادپتیو گونه اولی شما میاد ده 15 تا گونه دیگه ازش پدید میاد میشه آ میشه بی میشه سی میشه دی میشه ای میشه اف میشه جی این بنده خدا وقتی داریم میگه 14 تا گونه تولید گونه زیاد یعنی ادپتی ودیشن تولید گونه زیاد درسته درست ولی شما نگاه کن توی اون به اصطلا کانورجن میومد گفته آقا یه گونه میاد میشه به یه گونه دیگه دو تا رو بررسی میکردی توی دایورجن دو تا رو اینطوری بررسی میکردی ولی اینجا می میبینی یه گونه 16 تا 15 تا گونه دیگه داده این میشه ادپتی رادییشن خب نوزده چی؟ حتی هیجده هیجده موند این شاپرک ها این همون شاپرک هاست من نکسترم پلیه اصاله شاپارک. آره چی نمیدونم شاپرک مثال چیه بیودی رفت شاپرک همون تیره ها تیره سفیدا ها آه یه گونه هزمی شده گونه جو جومتریک جومتریک چی بود مورد ای بود شما دو تا جا اینطوری شاپرک سفید ها رو بکشم سفید که اصلا نمیکشه. الان دو تا شاپره یکی سیاه یکی سفید در طی گذر زمان یکی زیاد میشد سیاه ها یکی کم میشد این دایرکشنال سلکشن بود توی دایرکشنال سلکشن این مدلی رخ میداد نمودارش هم این بود این نمودار سیاه این نمودار سفیده بود مثلا این مدلی در طی گذر زمان سفیده اینطوری کاهش پیدا میکرد این نمودار سیاهی که الان برای مشکی میخوام بکشم این برای شاپرک سیاه است اینطوری جای اونو میگرفت یعنی قبلی میبینی کم شد انقدر ازش باقی مونده این زیاد شد این این مدلیه توی دایرکشن سلکشن، یکی زیاد میشه و یکی و کم میکنه توی در واقع استیبلایزینگ سلکشن، مکسیموم مینیموم ها کم میشه مینیموم, میرف... مینیموم کم میشه میانگی میرفت بالا مثال شاپرک بشه شاپرک دیدی این دایرکشن سلکشن بوده درسته؟ درست خب 19 خب این ها سپریت میشن <متنجز> <متنجز> دایورشن هم سلیکشن چی؟ اصلا داریم داریم تو گزینا؟ نه دایورشن سلیکشن هم نوزده داریم میگه تا دا جمعیت یک گونه تکامل پیدا کردن

ای رو گفتیم بی رو گفتیم دی رو نه ممکن گفتیم ممکن تکرار بشه آقا ممکن تکرار بشه این مدلیه یکی ممکن تکرار بشه بیست بخون خب با چیز دیگه سیه ریپروداکتیوه چون میگه س... نمیتونم با هم دیگه آموزش داشته باشم دیگه یه سگ خیلی کوچیکه مثلا سگ نره کوچیکه یه سگ ماده خیلی گنده خب میگه نمیتونم باردار کنه کنیم اینم میشه سی این در واقع از پایان مبحث شیرین تکامل خب تمام جلسه بعدی بیایم این چیزها رو با هم بررسی کنیم بیایم مولکولای زیستی مثل چربی و پروتئین و اینا رو بررسی کنیم دیگه چرا رو چند تا آپشن بده چون اونا راحته اونا تو نیم ساعت تمام میشه اون یه ساعتش رو چیکار کنیم طول مثل زنان بعد این سایکل 28 روزه لعنتی و هرمون ها چجوری تغییر میکنن اونم بتونی باش باش اوکی اوکی آقا خسته نباشی خداحافظ شما خداحافظ